سلام، داری چی کار میکنی؟ با سر صدا بیدارت کردم. نه نه، بیدار بودم. تو کی بیدار شدی؟ خیلی وقته. حالا کی گفت این کارا رو بکنی؟ اینطوری راحت ترم، از خودم بدم میاد. از چی حرف میزنی؟ دیگه تو به خاطر من همه زندگی تو به هم ریختی. تو نگران آرشی؟ اون پیش امیر جاشم خیلی خوبه. تو باید به فکر خودت باشی سارا. خودمو نمیبخشم. چرا؟ دیگه همه رو به زحمت انداختم. سارا تو رو خدا دیگه از این حرفا نزن. داشتم فکر میکردم که موضوع رو به امیر بگم. خب میخواستم قضیه دادخواست رو بگم. تو که میدونی من کسی رو ندارم. پس ما چی؟ یعنی منو دوستات به فکر تو نیستین؟ این چه حرفیه میزنی؟ فرزانه تو که میدونی من چقدر شما رو دوست دارم. خیلی خوب، حالا بیا اینجا بشین تا یه صبحونه حسابی برات درست کنم. سلام ولی. سلام، صحبت بخیر. چایی رو هم دم کردم. دست درد نکنه. اینم نون داغ داغ. به به، نون داغ. دست درد نکنه آقا ولی. آقا ولی خبر داری این روزا بهترین روزای زندگی منه؟ البته در مورد شما نمیدونم، تون جاتونه تنگ کردم. واقعا شرمندم. مگه من بدم میاد یه هم صحبت پیدا کردم؟ پس راضی هستی؟ والا چه عرض کنم، منه که میبینی از همه جا رونده و از همه جا موندم. من بدبخت جز اینجا جایی رو ندارم که اسیر این خراب شدم. اما شما چرا؟ منم اسیرم آقا ولی. یعنی میدونی خیلی وقت اسیر بودم و خودم خبر نداشتم. اصلا خواب بودم، یهو یه پوت خورد تو سرم و چشام وا شد. اولش وا نشد، یهو سیاهی رفت، تار شد، بعد یواش یواش وا شد. باورت نمیشه آقا ولی، از وقتی که از خواب پریدم دیگه جای خوابم ندارم. آقا سعید بهتره برگردی خونت، قهرم لطفش به یکی دو شبه. من برای خودتون میگم، شما اسم و رسم دارید، مردم هم که میشناسید، منتظرن یکی یه کاری بکنه هزار تا واسش حرف در بیارن. چیزی شده؟ نه هیچی. چرا از زیر ساله یه چیزی شده؟ ببین آسایی، اتاق من که قابل شما رو نداره، شما خودت بهتر از اینجا رو داری، جایی که حتی من به خوابم هم نمیبینم. ببین آقا ولی، داری شرط رو به هم میزنی. من که گفتم حالا حالا میخوام اینجا بمونم، بعدم که رضایت مدیرم که گرفتم. شما هم دیگه نمیخواد ناراحت من باشی. چه دونم اگه مورد صبونت رو بخور. گفتم که چیزی نشده، بخور. دیشب کسی بهت حرفی زده؟ وقتی خواب بودم پدرم اومد اینجا. آقا سعید من میترسم. کی میترسی؟ از پدرم؟ بله، من از اون میترسم. یه وقت چیزی نشه که کار منو اون بالا بگیره، نمیخوام باهاش دهن به دهن بشم. میفهمی؟ تو چت شد آقا ولی؟ نگفته بودی پدر منو میشناسی؟ آره میشناسمش، خوبم میشناسمش. حالا خیالت راحت شد؟ آقا سعید از امشب فکر جای دیگه باش. شرمنده تو. اما اگه شما بخواین همین الان بیرونش میکنم. میدونین که برای من کاری نداره. نه، با بیرون کردن اون کار درست نمیشه آقای مدیر. این چیه؟ اینو من میدونم
کارمون به درد شما نمیخوره. به هر ترتیبی که میدونی اینو بهش بدین. حالا اسم دستمزد هرچی خودتون میدونی. اما کاری کنی که اون تصمیم به برگشت بگیره. میفهمی؟ رو چشمم آقا. قربان شما. بله آقا، با کی کار دارین؟ ببخشید، صاحب این خونه رو کجا میتونستم ببینم؟ اون پایین وایستادن. خیلی ممنون. بعد نوبت نقشه دوم میشه. خب اینطوری کار خیلی سریع پیش میره. کار جلو میفته. ببینیم نقشه رو. سلام. اون آقا چی کار داره؟ میخواستم ببینم که شما کی دست به کار میشین. منظورم کارهای ساختمونیه. آخه معمولا اینجور کارا واسه همسایه‌ها یه مقدار دردسرسازه. پس همسایه هستی؟ فکر میکنم ما یک سالی برای اهالی مزاحمت داشته باشیم. کارمون هم تا یه هفته دیگه شروع میشه. شاید براتون جالب باشه که بگم من همیشه به قیمت اینجا فکر میکردم. پیش خودم میگفتم که کی میتونه اینجا رو بخره؟ البته ما شراکتی خریدیم. ولی صاحب اینجام خیلی راه اومد. به قول معروف به قیمت رسیده خریدیم. از ورثه همون مرحوم ستوده دیگه. نه، صاحب اصلی یا آقایی بود به نام جباری. شما اینو نمیدونستی؟ نه، آخه مدتی بود که یه خواهر برادر اینجا زندگی میکرده. آره، نزدیک بود همون خواهر برادر هم واسه ما درد سر درست کنن. آخه اونا خودشونو مالک این خونه میدونستن. یعنی نبودن؟ معلومه که نبودن. خب آقای مهندس، آجا خوشحال خیرشو ببینید. سپاسگزارم. خیلی خوشحال. خداحافظ. سلام. سلام علیکم. کی بود؟ فروشنده زمین. معامله تموم شد. منظورتون اینه که شما موبایلنامه زمین رو امضا کردین؟ بله بله. سلام احمد آقا، میبینی این آقای جباری میخواد نمایشگاه داری رو ول کنه بره سراغ بورس‌سازی. خب پست سرکارگری تو هم که محفوظ دیگه. شیرنی مردی بیار. چشم آقا. فکر میکردم امضای منم باید زیر قرارداد باشه. منو تو نداره محمد جان؟ بله نداره. آخه تو با این همه مشکلاتی که داری حال و حوصله کار ساختمونی و اداری رو نداری. تازه کار مهمتری داری که باید انجامش بدی، سر و سامن دادن به کار خواهرت. بفهم باشی نیمد آقا. شیرینی برای چی؟ برای من که اتفاقی نیفتاده. آه، البته چرا؟ چرا؟ خونه پدری من فروخته شده و شما با پولش یه زمین خریدین. آه، احمد، احمد. گاهی وقت از رفتار تعجب میکنم. مثل اینکه یاد رفته که اگه من نبودم تو حتی نمیتونستی ثابت کنی که سهمی از اون خونه داری. این خونه اصلا متعلق به شما نبوده، نه تو، نه خواهرت و نه پدرت. همین. آره، اگه شما نبودید. نه، مثل اینکه تو همه چیزو فراموش کردی. تو اصلا نگران چی هستی؟ نگران؟ چرا باید نگران باشم؟ اصلا نگران کی؟ خواهرم، برادرم و خودم. حالا کجا میری؟ شما وظیفه منو تعیین کردین. میخوام این یکی رو به خوبی انجامش بدم. خداحافظ. بله آقا. بشین. دنتی شیرین کن. چشم آقا. دست شما درد نکنه. بهروز، تو اینجایی؟ سلام داداش. سلام. منتظرم بودی؟ به همین زودی یادتون رفت. دیشب بهتون زنگ زدم. آخ، معذرت میخوام. من امروز گرفتاریم زیاده. میشه خواهش کنم فردا بیار؟ نه. نه؟ خواستم اگه اجازه بدید با تو حرف بزنم. خب بگو. گوش میکنم. همینجا؟ پس کجا؟ نکنه میخوای قصه یا حسین کرد شبستری رو برام تعریف کنی؟ قصه؟ خب من
بگو بهروز جان من کار دارم. اومدم ازتون پول بگیرم. پول تو جیبی نمیخوام. مثل اینکه مدتی هم من ندینه یادتون رفتم بزرگ شدم. خب چقدر میخوای؟ سهمم. چی؟ سهمه؟ سهم چی؟ چرا تعجب میکنید؟ سهم از فروش خونه، ارث. ارث؟ خیلی خوب. چشم. بگیرم حتما بهت میدم. ما که حرفی ندارم. یعنی هنوز نگرفتید؟ خب معلومه که نگرفتم. من فکر میکردم انقدر گرفتید که به بیرون کردن سارا بیارزی. ببین بهروز، من اصلا حوصله جرابس ندارم. ببین داداش، من اگه وقتش رو داشتم مثل سارا میرفتم شکایت میکردم. بعدش هم میدونم چجوری سارا رو از اون خونه بیرون کردید. بس کن بهروز. بذار یه بارم من حرفمو بزنم. بر من اصلا مهم نیست که چجوری خونه رو بدون رضایت من و سارا فروختید. حتی مهم نیست چند فروختید. امروز من به 5 میلیون پول احتیاج دارم. 5 میلیون؟ چرا میخندید؟ به اینکه توقعم خیلی پایینه؟ میدونم این 1/10 سهمم هم نمیشه. ولی من امروز به این پول احتیاج دارم. بهروز، تو خیلی عوض شدی. من؟ خیلی خوب. بیا. این همه پولیه که تو حسابم داره. برام مهم نیستش که میخوای باور کنی یا نه، اما میخوام بهت بگم که حتی 1 ریال از پول خونه هنوز به دستم نرسیده. تو که فکر نمیکنی آقای جباری سرت کلا بذاره؟ بهتره تمومش کنی. راست میگی، با همینم کار من را میفت. خب میخوای چه کار کنی؟ خسته شدم، میخوام برم یه آب و هوای عوض کنم. چه برمیگردی؟ برات مهمه؟ میدونم که اهمیتی به خواست من نمیدی، اما فکر میکردم سرنوشت سارا برات مهمه. خیلی نگران اون نیستم، چون میدونم بهتر از من میتونه حقشو بگیره. به امید دیدار. سلام. اومدم آقا سعید رو ببینم. سعید کیه؟ سعید نه، آقا سعید. الان کسی اینجا نیست. خودش به من گفت اینجاست. بیرونش کردم رفت. آه، پس میشناسیش. گفتم بیرونش کردم رفت آقا جون. ببینید، من کار خیلی مهمی باهاش دارم. عجب آدمایی پیدا میشن ها. میگم نیست، میگه صداش کن بیاد. پدرش گفت نباید اینجا بمونه. منم بیرونش کردم رفت. نکنه شما فکر میکنید من طرف آقاش اومدم؟ نه، من رفیقشم و کار واجبی باهاش دارم. اونها تو ماشین خوابیده. خیلی ممنون.
بمیرم. گفته بودم که شبا بیا نمایشگاه پیش خودم. اینجا بهترین جای دنیاست خلا. سلام. سلام. چی شده؟ خبری داری؟ آره، اونم چه خبری؟ بگو ببینیم چیه. آقا با پول خونه رفته یه زمین خریده. یه زمین بزرگ. میخواد توش برج بسازه. برج؟ فقط به رفتن فکر میکنم. میفهمی؟ خواهرت چی؟ باش صحبت کردی؟ بیچاره سارا انقدر گرفتاره که اصلا به فکر من نیست. میخوای بذاریم یکی دو روز دیگه؟ نه بابا، هر چیز دوتر باید امروز کار رو تموم کنه. فکر کنم خودشه. مطمئنی؟ مطمئنه. مطمئنی که نه، نیمه مطمئن. میدونم آخه تالا یه بار بیشتر ندیدمش. سلام علیکم. سلام علی. سلام. سلام علی. فرمایش. من ناصر فرستاده. ناصر چیکار کرده؟ مشتری ها روز روز جوان‌تر میشن. اسم شریف؟ اسمم بابک، اینم رفیقم بهروز. شرط شروطو میدونی یا بهتون بگم؟ همه چی رو میدونیم. فقط میخوام زودتر بریم. عجله داریم. به ریختتون نمیخوره خلافکار بشین. قیمت فرق کرده، خبر داریم؟ شما گفتیم 5 میلیون، درسته؟ صبر کن، صبر کن. ببین، ناصر گفت نفری 2 تومن اینجا، بقیهش هم آلمان وقتی که رسیدیم. بله، نسبت شما شکر خورده. کار سخت شده داداش. 3 تاش این ورا، 2 تاش اون ور. او ورا؟ از پاسپورت هم با خودتون هم. اونه که داریم. خیلی خوب. نفری 3 تومن پیاده میشه. چند روز بعد 2 تا بلیط میاد در خونتون. روش نوشته چی؟ زاگرب. سوار طیاره میشین، میپرین اون ور. اونجایی که رسیدین یه راست میرین هتل. یه 2-3 روزی اونجایی. نفر ما میاد سراغتون. اسمش چیه؟ فرهاد. یه چند روزی تو راهین. کوه، جنگل، بیابون. میرسیم به کجا؟ ایتالیا. اونجا که رسیدین پاسماس. همه چی نمیریزیم بیرون. میشیم بی کس و کار. چرا؟ چون که اینجوری راحت‌تر پناهندگی میدن. حالا نفر بعد. میبرتون کجا؟ تا مرز آلمان. اونجا بعد دیگه پا خودتونه. اونجا که رسیدین خودتون رو معرفی میکنین به پلیس. لالبازی در بیارین دیرتر. زبون بلد بشین زودتر. میبرنتون کجا؟ اردوگاه. پاتون که اونجا برسه 20 مارک جیره دارین. 1-2 هفته اونجا سر میکنین تا نفر بعد میاد سراغتون. میبرنتون کجا؟ کل. 1-2 ماهی اونجا علاف میشین. تا وقت دادگاه. دادگاه؟ آره دیگه داشت من. پسپنندگی. ببین عزیز من، مشتری که بودین زنگ بزنیم به ناصر خان. زد زیاد. خداحافظ. خداحافظ. چی میگی؟ سلام. سلام. چرا نیومدی بالا؟ نخواستم مزاحم بشم. از فردام خودمون یه چیزی درست میکنیم. نمیخواد شما زحمت بکشید. دلخور که نیستی؟ نه. مطمئن؟ چیه؟ میخوای قسم بخورم که بهم خیلی خوش میگذره؟ نه. میخواستم بگم که فردا باید یکم خرید کنیم. هیچی تو خونه نداری. پول که هست. نگران چی هستی؟ منو باش که داداشه رو رد کردم. میدونی چقدر گوشت و خرت و پرت خریده بود که تعارفی بده به ما؟ خوب شد که قبول نکردی. تو فکر میکنی صحبت کردن باهاش فایده داشته باشه؟ با کی؟ با همین احمد آقا دیگه. راجع به چی؟ هیچ، فراموشش کن. خداحافظ. آرش، مواظب باش خورش نریزه. باش، خداحافظ. خداحافظ. یه آقای اومده اینجا با شما کار داره. راه نمایش کن بیاد تو. باشید.
سلام. سلام. ممنون که میشناسید. بله بله بفرمایید. نمیخواستم منزل مزاحم بشم. اینکه اینجا خدمت رسیدم. خب خیلی خوش اومدید. آدرس اینجا رو از کجا بده گردم؟ من چند روزه به آقای ناصری هستم. امیر. آپارتمانش. آخه من و همسرم سعی خودمونو کردیم تا به هر ترتیبی که ممکنه آسایش خواهرتون رو فراهم کنیم. بله. من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. من برادر خوبی برای سارا نبودم. یادتونه به من گفتید که پشیمونی شما چه سودی داره؟ من خودم رو مستحق هر سرزنشی میدونم. از یه آدم فریب خورده چه کاری برمیاد؟ کسی که خواب بوده و توی خواب همه هستیش رو برده. حالا هم نمیدونم چه کار کنم. راستش من اومده بودم خیلی حرفا بهتون بزنم. اما سارا هنوز عزیزترین کس منه. میدونم که شما هم به خاطر اون دچار زحمت شدید. ببینید احمد آقا، من نیومدم ابراز تأسف شما رو گوش بدم. من فقط اومدم بپرسم تا کی. منظورتون رو نمیفهمم. در مورد ازدواج خواهرتون با امیر. ببینید من میدونم شما از امیر خوشتون نمیاد، مخالف ازدواجش بودین، اما فکر نمی کنید اینطوری خواهرتون بیشتر از بین میره؟ کی گفته من مخالف این ازدواجم؟ کسی نگفته، کارهای شما معلومه. گذشته رو فراموش کنید. چطور فراموش کنم؟ آقا امیر به شما نگفته که من برای انجام این کار چقدر اصرار داشتم؟ گیج شدم. یعنی شما هیچ مخالفتی ندارید؟ نه، من به خاطر همه برخوردهایی که با شما و خانمتون داشتم واقعا متاسفم. حالا میتونم از شما یه خواهشی داشته باشم؟ چه خواهشی؟ به من کمک کنید که هرچی زودتر این ازدواج سر بگیره. این بزرگترین کمکیه که در حق من و خواهرم بکنید. نه ترس آقا سعید، الان پدر تو سونا گرفته تخت خوابیده. مطمئنی رفته سونا؟ آره بابا، خودم بردمش، قرار خودم برم دنبالش. آدرس زمینو چی؟ نتونستی پیدا کنی؟ هنوز نه، اما امروز فردا یه کاری پیش میاد که من رو بفرستن اونجا. پس تصمیم گرفته نمایشگاه رو تعطیل کنه. چه میدونم، اینجوری میگفت. میتونم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده. فکر میکنم احمد آقا رضایت داده که با پول خونه پدریش پدرت این زمین رو بخره. فقط خدا کنه تمام حدس و گمانای من اشتباه باشه. به به، آقا سعید، خبر میکردی پیشواز میامدی؟ سلام بابا. سلام بابا. سلام آجی عبادی. سلام علیکم. چرا الان اومدید؟ سونا خراب شده بود. خب از شما دور از چشم من گاهی قرار ملاقات میذاری. آره؟ نه آقای جباری، اولین باری که اومده. اگه اشکالی داره میتونم دیگه. نه عزیزم بیا، اما نه دوزکی. چشم. خب من دیگه داشتم میرفتم. کجا؟ عجله داری؟ برسی به مکانیکی؟ بله اگه اجازه بدی. تو که هیچ وقت برای هیچ کاری از من اجازه نمیگرفتی. خب مجبور بودم. مشتفی غلام، از گل نازکتر نمیشه به آقا گفت. خونه و زندگی و کارش رو رها کرده واسه من رفته موتور ماشین میشوره. فکرش نکرده بودم که یه الف بچه بتونه به این راحتی آبروی چندین و چند ساله منو ببره. از اینکه آبروی شما و من به هم گره خورده خوشحال نیستم. عوضش فکر میکنم تا چند وقت دیگه همه حساب من و شما رو از هم جدا کنن. اون وقت شما هم میتونی به راحتی منو فراموش کنی. بس کن. این بچه بازی ها چیه؟ برگشت سر خونه و زندگیت. هنوز یادم نرفته که گفتید دیگه نمیخواید منو ببینید. حالا دور نمایشگاه. چشم آقا جباری. آقا سعید خداحافظ. خداحافظ. سعید بیا بریم بالا، میخوام مثل دوتا مرد با هم حرف بزنیم. فکر میکنید حرف زدن فایده‌ای داشته باشه؟
سید من میخوام برگردی خونه. ببینید بابا، ببین هنوز حرفم تموم نشده. قبل از هر چیز میخوام در مورد اون دختر با حرف بزنم. سارا، خواهر احمد، همین روزا با اون دوست دانشگاهیش ازدواج میکنه. فکر کردم میخوایی در مورد فروش خونش حرفی بزنی. چی؟ اینا رو کی به تو گفته؟ غلام نه؟ فکر نمیکردم خیلی محرمانه باشه. کار غلامه. ببینید بابا، این که من از کجا شنیدم چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که اون دختر الان آواره شده. اون دختر برادر داره، چند وقت دیگه هم ازدواج میکنه. اونا هستن که باید نگرانش باشن و تصمیم بگیرن. من میخوام تو اینا رو بفهمی. اون کاری هم که سریا کرد از اولش غلط بود. شاید هم چند وقت بعد تو خودت اینا رو بفهمی، متوجه بشی. اما حرف من اینا نیست. من میخوام تو برگردی سر خونه و زندگیت. خیلی خوب، دوست داری مکانیکی کنی؟ باشه، اما شب که باید یه جا استراحت کنی. من کاری با تو ندارم. اون اتاق تو هنوز دست نخورده مونده. سعید، اون اتاق مال توه. سعید شوخی چیه خانم؟ الان که دیگه برسن. تو واقعا اونا رو دعوت کردی؟ خب بله، البته کار سختی بود. با آرش رفتم در خونهشون، منتظر موندم تا رضایت خانمش رو بگیره. تو نمیخوای لباس بهتری بپوشی؟ چرا اتفاقا؟ چون خیال دارم از خونه بزنم بیرون. بیرون؟ پس کی پذیرایی میکنه؟ خب معلومه، خودت. شوخی میکنه، تو باید بمونی. تو میدونی آرش و فرزانه کی هستن؟ بله بله، همونایی هستن که دست ما رو کردن. همون جریان نامه. عجب کاری کردیم. تو زده به سرت. من خیلی وقته که زده به سرم خانم. چرا وقتی تصمیم به فروش خونه گرفتم نگفتی زده به سرم؟ چرا وقتی خواهرم سارا رو از خونه‌ش انداختم بیرون چیزی نگفتی؟ من هیچ حرفی ندارم. تو هیچ جا نمیری. لطفاً برو کنار. خوب گوش کن. پدرتو خونه رو به نام خودش کرد، بعد اونو فروخت، با پولش یه زمین خرید. حتی این پرسید این وسط چی گیری من و خواهرم اومده. هیچی، میفهمی؟ هیچی. البته یه وعده‌هایی داده، اما هیچ وقت من باهاش مخالفتی نکردم. فقط به خاطر تو. هر کاری که خواست براش کردم. خواهرم سارا، برادرم بهروز از خونه‌شون بیرون کردم تا اون بتونه کاراشو انجام بده. حالا میخوام یه بار دیگه به خواست اون عمل کنه خانم. میفهمی؟ خواست پدرت. تو نمیفهمی داری چیکار می‌کنی. چرا میفهمم؟ بیا. بیا از پدرت بپرس. ده بپرس دیگه. سریا، قسم میخورم اگه پا تو از این خونه بذاری بیرون دیگه برای همیشه میزنه به سرم. تو تا آخرش با من هستی. خودتو آماده کن. از فردا کارهای مهمی داریم که باید با هم انجام بدیم. من و تو. میفهمی چی میگم؟ بله. سلام. بله بله. بفرمایید، بفرمایید. از اینکه دعوت منو پذیرفتین خیلی ممنونم. لطف کردین که تشریف آوردین. زحمت نکشین. خواهش میکنم. سریا بشین. من برم آشپزخونه برمیگردم. بله. میدونم. شاید تعجب کنید. آشنایی من با شما با تندروی های من شروع شد. اسمشو هرچی که میخواد بذارید بذارید. خودخواهی، غرور، شایدم حسادت. اینا خیلی چیزا رو از من گرفته. مهمتر از همه اعتماد سارا رو. از اینا بگذاریم. حالا کاری که شما میتونید برامون انجام بدید خیلی مهمه. شما از ما چه انتظاری دارید؟ میخوام هرچی زودتر مراسم عقد و ازدواج امیر و سارا رو ترتیب بدم. اون دوتا به خاطر مخالفت‌های شما حتی حاضر شدن توی محضر به عقد هم در بیان. چی؟ محضر؟ مگه من میذارم؟
بهترین جا، با شکوه‌ترین مراسم. ببینید احمد آقا، خواسته قلبی من و فرزانه خوشبختی دوستامونه. شما میتونید رو کمک ما حساب کنید. میدونستم، خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید شیرینی، زیادم حرف نزن. اصلا حوصله مقدمه چینی هم ندارم. احمد آقا ما رو دعوت کرده بود خونش، یعنی من و فرزانه رو. الان هم از خونشون داریم میام. اصلا بهتره که از آخر برات بگم. احمد آقا از ما خواهش کرد هر چه سریعتر تدارک عقد عروسی شما رو ببینیم. بفرمایید شیرینی. یعنی چی؟ یعنی چی نداری که، باید میدیدیش. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، خیلی عوض شده. یک ساعت داشت در مورد اشتباهات گذشتهش حرف میزد. تعجبم از اینه که از توی ابله داشت تعریف میکرد. بفرمایید شیرینی. نظر سارا خانم چیه؟ نظر سارا چه ربطی به تو داره؟ آرش خونه امیره. اگه جواب تو مثبته، همین امشب باید به احمد خبر بدم. فردا میخواد بیاد اینجا دنبالت. دنبال من؟ میخواد ببره خونه خودش تا ترتیب بقیه کارا رو بده. باش. چی؟ من مخالفت ندارم. این چه قیافه‌ای که به خودت گرفتی؟ متاسفم، من نمیتونم مثل تو هر لحظه یه رنگ باشم. من همینم که هستم. اگه احمد دیگه ای سراغ داری، اونه که تحت فشار دیگران رنگ عوض کرده. ببین احمد، دست خودم نیست. من نمیتونم ببینم تو از وقتی که فهمیدی هیچ ارتباط خونی با سارا نداری، بیشتر از قبل بهش ابراز علاقه میکنی. ببین سرایا، از دیروز این چندمی باره که این حرف رو میزنی. دیگه نمیخوام بشنوم. اگه متوجه دلیل رفتار من نمیشی، مهم نیست. فقط کافیه کاری که از خواستم انجام بدی. آرش، این چه سیبی خریدی؟ این که همش لک و لوکه. به نظر من خیلی خودخواهی. اگه این دفعه هم جوابش منفی باشه. یواشتر میشنوه. به هر حال امروز امیر میاد یا نه؟ نه، میگفت کار داره. خودش میره با احمد آقا صحبت کنه. یه دنده است. عین سارا خانم. آرش ببخشید. میدونی فرزانه چقدر دعا کردم که این بار به خیر خوشی تموم بشه؟ منم امیدوارم. اومدم. بفرمی. از این طرف. بفرمی. خیلی خوش اومدید. متشکرم. خب، چه خبر؟ خبرها پیش شماست. سلام. سلام داداش. سلام، سلام، سلام خواهر خوب من. بفرمی. چطوری؟ ممنون. بشین. راستش من همیشه آدم عجولی بودم. برام خوب و بدش هم فرقی نمی کرده. اما تو این کار یه خیری هست که از وقتش هم گذشته. حالا هم خیلی عجله دارم. امروز قبل از اومدنم به اینجا رفتم قرار جشن رو گذاشتم. سریا هم که آرزوی دیدن این مراسمو داره، برای پیدا کردن بهترین و مناسبترین باغ برای این مراسم خیلی کمکم کرد. خب، قرار جشن برای کی گذاشتین؟ هفته آینده انشالله. مبارکه. فرصت زیادی نداری.
برای همین من یه عجله دیگه هم دارم. اگه خواهر خوب من موافق باشه همین حالا بدون اتلاف وقت میریم بازار برای خرید. البته من یه چیزایی رو در نظر گرفتم، به خاطر همینم زیاد وقتمون تلف نمیشه. باید خوشحال باشم که میبینم همه برای این کار عجله دارن، نه؟ سارا جان، همه خوشبختی تو رو میخوام. پس بهتره زودتر بریم. ببین امیر جان، بدون مقدمه برم سر اصل مطلب. خونه پدری سارا خانم که میدونم در... فروخته شده. بله، اما چطورشو نمیدونی؟ منظورت چیه؟ ببین، سند اون خونه یه اشکال داشته، به همین خاطر مجبور شدن با سند جعلی اونجا رو معامله کنن. سند جعلی؟ بله، سند جعلی. متاسفانه باید بگم که این کارم پدرم کرده. الو آقای جباری. سلام آقای کیانی. سلام، خوب شناختید. خب چه خبر ها؟ از کاروبارا چه خبر؟ خوب پیش میره؟ برای همین مزاحمتون شدم، میخواستم شما رو ببینم. خب باشه ببینی. همین فردا تو نمایشگاه خوبه؟ نه، همین امشب. ظاهرا مشکلی وجود داره که باید معامله رو به هم بزنیم. به هم بزنید؟ البته، چون فکر میکنم سند جعلیه و هیچ ارزشی نداره. من و شرکا منتظر شما هستیم، همون خونه. موسیقی